به نام خدا سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوی قبلی اون و اینکه که ازتون میخوام همین ابتدا لطفا کانالمون رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و اینکه من آیدی اینستاگرام بالا میذارم اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم موضوع موضوعی که براتون در نظر گرفتم یکی از موضوعات جالب روانشناسی است. میخوام در مورد این صحبت کنم که وقتی ما از یک نفر خوشمون میاد یا به قول خودمون وقتی یکی رو دوست داریم چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. اینا همش برای قبل از شروع یک رابطه است. یعنی شما تازه مثلا میخوای به طرف بگی یا اینکه مثلا هنوز رابطه شما جدی نشده و وارد رابطه رسمی نشدید مطمئن باشید بعد از دیدن این ویدیو میدونید که خیلی از کارهایی که تا الان انجام میدادید اشتباه بوده و چه کارهایی رو باید بهتره که انجام بدیم با من همراه باشید شماره یک سعی کنیم که زور و اجبار به طرف مقابل وارد نکنیم ببینید اینکه شما حس تو به طرف مقابل میگی مثلا میگی فلانی من از تو خوشم میاد خب این شجاعت شما رو نشون میده و حرف تو زدی اما نباید به مرحله ای برسه که فشار وارد کنی مثلا بگی من از تو خوشم میاد حالا مثلا واکنشی اگر نمیبینی اینو ادامه بدی مثلا بری جلو راهش دوباره سبز بشه بگی من از تو خوشم میومد و چی شد یا مثلا بری بعضی جاهایی که اون میره مثلا رستوران جای یهو مثلا اونجا ظاهر بشه که دوباره مثلا بهش بگی آره من از تو خیلی خوشم میومد و چی شد مثلا جوابت چیه ببینید فشار وارد نکنید به کسی وقتی از اینکه خوشتون میاد حرفتون رو زدین دیگه صبر کنید که ببینید اون واکنشش چیه وقتی این کار رو بکنید مطمئن باشید اون طرف نمیترسه اون طرف مطمئن در مورد این قضیه فکر میکنه و اگر خودش هم بخواد مطمئن باشید واکنش خوبه رو به شما نشون میده شماره دو بیاد فرض کنید که مثلا شما تازه با هم در حد یکی دو قرار آشنا شدید و شما مثلا از کسی که خوشت حاضر شده که باید بیاد سر قرار رو مثلا باید بشینه پای یک میز و صحبت کنید ببینید نیایید اونجا در مورد آینده باش حرف بزنید نیاید بگید که آره مثلا من و تو مثلا با هم خوب ازدواج کنیم چقدر بچه خوب میشه یا مثلا من و تو با هم ازدواج کنیم چقدر قشنگ میشه اصلا نرید تو این فازا که مثلا از الان این حرفا رو بزنید در مورد آینده فکر کنید مطمئنا خود شما هم الان یکی بیاد که مثلا یکی دو بار دیدیش یکی دوباره که باش تازه آشنا شدی مطمئنا این حرفا رو بهت بزنه فرار میکنی میترسی یعنی چی که شما تازه طرف آشنا شدی باش مثلا داری در مورد آینده باش برنامه ریزی میکنی یا حرفایی رو میزنی که مربوط به آینده جفتتونه مثلا وقتی داری باش صحبت میکنی میگی آره ما مثلا بریم اون شهر زندگی کنیم چه خوب میشه تازه شما طرف دو بار رفته رفتی باش سر قرار و تازه بهش گفتی که مثلا من از تو خوشم میاد پس سعی کنیم وقتی تازه با که آشنا میشیم و از خوشم میاد اصلا این حرفایی که در آینده هست و نزنیم چرا چون طرف مقابلم فکر میکنه که ما هول هستیم و الان مثلا همش دغدغمون اینه که فقط وارد این رابطه بشیم و هیچ چیز دیگه تو زندگی برامون مهم نیست. شماره سه سیگنال های ضد و نقیض نفرستید. ببینید وقتی ما از که خوشمون میاد مثلا یه زمان باش نشستیم یه جا باش میگیم میخندیم و قشنگ این انرژی رو منتقل میکنیم که آقا خانم من از تو خوشم میاد. اما دفعه بعد که مثلا طرف رو میبینیم حالا توی جمع دوست آشنا یه جوری برخورد میکنیم که انگار نه انگار طرف وجود داره اینا رو بهش میگن سیگنال های ضد و نقص که ما چون میترسیم یه نوع ترس درونی داریم از اینکه حالا چی میشه اون شخص جوابش چیه باعث میشه این سیگنال ها رو بروز بدیم و این کارها رو بکنیم نه اگر یه بار باش خوب بودی باید دفعات بعدم باش خوب باشی که قشنگ این سیگنال تو رو دریافت کنه بفهمه که از بفهمه که شما ازش خوشت میاد یا اینکه اگر ازش خوشت نمیادم که دیگه نباید این سیگنال ها رو بدی پس این سیگنال های زد نقیز رو فراموش کنید و اگر واقعا از اینکه خوشت میاد همیشه باش یه باشه که این حس شما رو درک کنه و بفهمه که وقتی شما ازش خوشت میاد این حس واقعیه شماره چهار بی توجهی کردن دیگه حتما این حرفو که میگم بی توجهی کن مثلا طرف خودش خوشش میاد یا مثلا بی توجهی کن طرف خودش میاد سمتت اصلا این کارا رو نکنید اصلا این کارا نکنید چون بهشون عنوان جواب نمیگیرید این برای آدمایی هست که حالا مثلا اعتماد به نفسش طرف پایین شما بهش بی توجه کنی میاد جذبتم میشه نه اگر واقعا از که خوشت میاد جوری برخورد نکن که انگار نه انگار من از تو خوشم میاد انگار نه انگار که مثلا به تو حس دارم نه خیلی راحت و کول cool برخورد کن و اگر این کارو بکنی خب طرف هیچ وقت نمیفهمه که تو ازش خوشت میاد تو اگر بخوای همیشه بهش بی توجه کنی به این امید که مثلا اون بهت توجه کنی یا مثلا به این امید که اون جذب تو بشه هیچ وقت این اتفاق نمیافته چون اونم احساس میکنه که اصلا تو بهش توجهی نمیکنی اونم از خوشش بیاد هیچ وقت سمتت نمیاد پس اگر از یکی خوشت میاد اصلا این جمله رو فراموش کن که باید بی توجه کنی و راحت و کامل خیلی قشنگ حرفتو به طرف بزن بفهمه که بهش حس داری. شماره 5 خودمون باشیم ببینید قرار نیست که ما وقتی از یک خوشمون میاد حالا سعی کنیم خودمون رو تغییر بدیم یا یه جور آدم دیگه بخوایم نشون بدیم خودمون که حالا طرف مقابل از من خوشش بیاد وقتی این کارو بکنید نتیجه عکس میگیری چون دو حالت داره یا واقعا طرف از تو خوشش میاد اما بعد از این مدت که باید وارد رابطه بشه میفهمه که تو اون آدم اصلیه نیستی تو داشتی تو الان نقش بازی میکردی یا طرف از تو اصلا خوشش نمیاد وقتی خودت هستی دیگه خب اینم اشکاری نداره دیگه میفهمی که خود واقعی منو نمیخواد اما این جمله شاید کلیشه ای باشه اما اگر واقعا خود تصی همون جوری باش طرف همون چیزی که تو هستی رو بپذیره همون چیزی که هستی رو نگاه کنه و اگر اونم از تو خوشش اومد این ارتباط شکل بگیره هیچ وقت نه خودتو تغییر بده که حالا طرف مقابل مثلا از تو خوشش بیاد منظورم تغییر هایی که مربوط به شخصیت تا اینکه حالا لباس های قشنگ بپوشی این چیزا خوبه مثلا خودتو تغییر بدی نمیدونم رنگ موهاتو قشنگ تر کنی یا هر جوری که خودت فکر میکنی به خودت برسی اینا تغییرات خوبه اما تغییرات شخصیتی تو اون چیزی که هستی مثلا به عنوان مثال شما آدم شوخ طبعی هستی همش میگی میخندیم اخ نکن که مثلا چون اون از کسی خوشش میاد که اخ میکنه تا اونو جذب کنی نه خودت باش اگر اونم از تو خوشش اومد مطمئن باشید که این ارتباط شکل میگیره شماره 6 این که از اول یه جور برخورد کنید که حس مالکیت انگار به طرف داری و یه جوری حسودی میکنی. به عنوان مثال مثلا شما تازه از یکی خوشت اومده یه هایی هم دادی که طرف متوجه شده اما مثلا به شما میگه که آره فلانی من دارم مثلا با دوست جنس مخالفم هم با هم میریم بیرون بعد تو هنوز نه با طرف دوست شدی نه هنوز باش ارتباطی گرفتی یه ها به قول خودمون قاطی میکنه میگه نه تو حق نداری بری با, با کی داری میری اون کیه اون کیه سوال میپرسی که قشنگ حسادتت داری بروز میده مطمئن باشید این حسادت که همین اول کار اینجوری بروز بدی طرف خیلی زود سرد میشه و دیگه هم با شما کاری نداره میذاره میره اصلا حس مالکیت به هیچ کس نداشته باشید این حس حسادت هم بذارید کنار بعضی اوقات طبیعی هست این حس حسادت بعد از یه مدت که وارد رابطه میشه وجود داشته باشه اما نه اینکه هنوز طرف با ارتباط هم نگرفته تازه بهش سیگنال لادی که من اصلا خوشم میاد اونم حالا مثلا یه جوری برخورد کردی که آره منم بعدم نمیاد با هم باشیم اما از همین الان شروع میکنین رو زدن مطمئن باش اگر این حرفها رو بزنید طرف میذاره و میره دیگه هم کاری نداره شماره هفت اوورتینک کسب ببینید زمانی که ما در مورد رفتارهامون و حرفایی که به طرف مقابل میزنیم زیاد فکر کنیم مطمئن باشید نتیجه عکس میده ببینید وقتی ما از یکی خوشمون میاد میایم شروع میکنیم تک تک حرفایی که به طرف مقابل میزنیم و بررسی میکنیم مثلا حتی کارهایی که کردیم میگیم می الان من این لباسو پوشیدم مثلا این از من خوشش اومد نکنه مثلا اگر این هم اینجاش مثلا چروک اون از من بعدش بیاد نکنه این مثلا به یکی به دوستم داشتیم حرف میزنیم این حرف رو زدم اون ناراحت شده باشه بیاین میایم تک تک این جزئیات رو فکر میکنه و این اصلا به خود مناسب میزنه اصلا بعضی وقت طرف موقع حواسش نیست که مثلا ما اینجا لباسمون چروک داشتیم مثلا این حرف رو زدیم اصلا اون لحظه واقعا شاید حواسش نبود و براش مهم نبود اما ما انقدر این چیزها رو تو ذهنمون مرور میکنیم باعث میشه که به خودمون آسیب بزنیم و همین باعث میشه نتونیم اون ارتباط خوبه رو با طرف مقابل شک بدیم چرا چون همش نگرانیم نکنه اینجا اشتباه بگم نکنه اینجا درست حرف نزنم نکنه اینجا لباس بد بپوشم و همین باعث میشه اون خود واقعیمون از دست بدیم و اون ارتباطی که میتونسته شک بگیره رو خراب کنیم در آخرم نتیجه گیری که میخوام از این فیلم بکنیم اینه که ببینید وقتی ما از خوشمون میاد معمولا خب به حال استرس میگیریم هیجان داریم اما نمیدونیم بعضی وقتا کارهایی که داریم میکنیم در اصل طرف فراری میدیم در اصل داریم از خود واقعیمون فرار می... از خود واقعیمون هم داریم دور میشیم و طرف فراری میدیم به خاطر همین سعی کنیم این هفته کاری که من گفتم انجام ندین چون اینا واقعا کارهایی هست که طرف مقابل ممکنه سرد بشه اصلا طرف مقابل رو شما دیگه فکر نمیکنه مطمئن باشید اگر این کارا رو انجام ندید و طرف هم از شما خوشش بیاد اون ارتباطه شکل میگیره اگرم طرف از ما خوشش نیامد که خب اشکالی نداره کلی آدم دیگه هست که ما میتونیم حالا با اونا ارتباط بگیریم در آخر هم اگر شما در مورد این ویدیو نظری دارید حرفی دارید و تجربه دارید بنویسید که هم من استفاده کنم هم بقیه استفاده کنم تا به معمول لایک و کامنت هاتون نره مواظب خودتون باشین دوستتون دارم خدا نگهدار